درود. قسمت سوم و پایانی افسانه زیبای شاهزاده و ملک خاتون رو براتون روایت میکنم. تو قسمت یک و دو تا اونجا پیش رفته بودیم که همسر پادشاه که عاشق جمال شده بود او رو به بدنامی متهم کرد و شاه اون رو از قصر بیرون کرد. تاجر و همسرش جمال رو به فرزندی قبول کردند، ولی جمال با دیدن عکس ملک خاتون در اتاق تاجر یک دل نصد دل عاشق او شد، آمد و به یمن شهر ملک خاتون رسید، از پیرزنی جویای خانه و شرایط ملک خاتون شد. و در این قسمت با هم میشنویم که این شاهزاده باهوش و خوش سیما چطور میتونه پدر ملک خاتون رو راضی کنه و به وصال عشق خودش برسه. تا انتهای این افسانه زیبا با من همراه باشید. چند روزی گذشت، جمال نزد زرگر رفت و یک سکه لعل به او داد و گفت خنجری میخواهم که بر روی آن عکس یک ملکه باشد. زرگر عصبانی شد و سکه لعل را بر زمین کوبید. جمال گفت آخر چرا عصبانی شدید؟ مگر عکس ملکی که بال داشته باشد ایرادی دارد؟ زرگر متوجه شد که منظور او ملکه خاتون دخترش نیست. سکه را برداشت و گفت فردا بیایید و سفارش خود را بگیرید. زرگر پیش خود فکر کرد او که دختر من را نمی‌شناسد، پس چه بهتر است که من عکس دختر زیبای خود را روی خنجر بیاندازم. فردا که جمال برای گرفتن خنجر رفت، دید که خنجر بسیار زیبایی آماده شده و عکس ملک خاتون بر روی آن نقش بسته است. جمال به زرگر گفت من چوپانی بیش نیستم، این خنجر برای من بسیار زیاد است و واقعا که این خنجر شایسته شماست، من آن را به شما میبخشم. شب خنجر را به پیش ملک خاتون برد و به او داد. ملک خاتون از زرگر پرسید پدر جان این چه خنجری است که عکس من بر روی آن نقش بسته؟ زرگر گفت پسر ابلهی دیروز آمده بود آن را سفارش داده بود، امروز آن را به من داد و گفت من شایسته آن نیستم. ملک خاتون شستش خبردار شد در این میان بوی داستان عشق و عاشقی می آید، اما هیچ چیزی نه. فردا جمال نزد زرگر آمد و دو سکه لعل به او داد و گفت جناب زرگر برای من دو شمعدانی بساز که روی یکی از آنها عکس ملکه باشد و روی دیگری عکس من، جوری که دست های آن دو در دست یکدیگر باشد. زرگر گفت سفارش شما فردا آمده است. فردا که جمال برای گرفتن سفارش خود آمد، یک سکه لعل دیگر به زرگر داد و گفت ای جناب زرگر، برای فرد فقیری مثل من این شمعدان ها بسیار زیاد است، من اینها را به شما میبخشم. ملک خاتون گفت پدر بد نیست با آن جوان دوستی کنی و او را به مهمانی دعوت کنی و از طریق دوستی میتوانی ثروت او را از جنگش در. روز بعد زرگر و جمال با هم دیدار کردند و زرگر او را به خانه خود دعوت کرد. ملک خاتون نیز در آن سوی پرده حرم مواظب جمال بود. چند روز بعد جمال باز هم نزد زرگر رفت و گفت باید در این محل اقامت کنم، آیا می توانی جایی برای من پیدا کنی؟ زرگر گفت من 40 اتاق دارم و تو هر یک را که پسندیدی می توانی در آن سکونت کنی. جمال گفت نه، در کنار خانه خود اتاقی برای من مهیا کن. کنار خانه زرگر ساختمانی ساخته شد. جمال وارد اتاق شد و نگاهی به اطراف انداخت و رو به بنا کرد و گفت حیف، جای یک چیز در این اتاق خالی است. استاد بنا متوجه منظور او شد و گفت ظرف 3 روز کارها را رو به راه خواهم کرد و اتاق تو خالی نخواهد بود. به محض رفتن جمال، استاد بنا مشغول کندن نقبی شد که اتاق وی را به اتاق ملک خاتون متصل می کند. مدتی از این واقعه گذشت. جمال که به خانه جدید آمده بود، روزی از نقب عبور کرد و خود را به اتاق ملک رساند. ملک با دیدن او ابتدا دچار وحشت شد. جمال گفت گرفتار سودای عشقم. ملکه نیز که از اولین دیدار خود با جمال خاطره خوشی داشت، به تدریج مهر جمال را بر دل گرفت. چنین شد که جمال و ملکه هر روز با هم دیدار می‌کردند تا اینکه روزی جمال به ملکه گفت قصد سفر دارم و تو را نیز همراه خود خواهم برد. ملکه پرسید اما چطور؟ این کار باعث خواهد شد که هر دو هلاک شویم. جمال گفت کارها را به من بسپار و نگران نباش. ملکه نیز رضایت داد و جمال گفت من خنجری از طلا به زرگر هدیه داده بودم، آن را نزد من بیاور. جمال خنجر را برداشت و به نزد زرگر رفت.
خنجر را به او نشان داد و گفت این متعلق به دوست من است و قصد فروش آن را دارم. ببین چقدر می‌ارزد. زرگر با دیدن خنجر آن را شناخت و برای اینکه از جریان باخبر شود فوراً روانه خانه شد. جمال نیز از طریق نقب زودتر از زرگر نزد ملکه رفت و خنجر را به او داد تا آن را در جای خود بگذارد. زرگر از راه رسید و از ملکه خواست تا خنجر طلایی را نزد وی ببرد. دختر نیز خنجر را به او نشان داد. زرگر شگفت زده راه بازگشت در پیش گرفت، اما جمال خنجر را برداشت و با شتاب به مغازه رفت. زرگر وقتی به مغازه رسید جمال و خنجر را آنجا یافت. چند روز بعد جمال به همین ترتیب شمدان را از ملکه گرفت و همان کرد. مدتی نیز از این واقعه گذشت. به پیشنهاد جمال ملکه همراه او به مغازه زرگر رفت و به او گفت استاد، قصد ازدواج با این دختر را دارم. زرگر گفت مبارک باشد، جشن بزرگی برای شما برپا خواهیم کرد. لیکن با دیدن دختر ملکه را شناخت و به شدت عصبانی شد. با عجله روانه خانه خود شد، اما ملکه و جمال از راه نقب زودتر از وی به خانه رسیدند، طوری که وقتی زرگر به خانه رسید ملکه را در آنجا یافت. ملکه خاتون که پدرش را مضطرب دید علت نگرانی او را جویا شد. پدر گفت جمال قصد ازدواج با دختری را دارد که عیناً شبیه توست. دختر گفت خب ممکن است آن دختر شبیه من باشد و این نباید باعث ناراحتی تو شود. برای مراسم نکاح تدارک دیدند و ملکه به عقد جمال درآمد. مدتی از این واقع گذشت تا اینکه جمال روزی به ملکه خاتون گفت محبوب من، حالا زمان آن فرا رسیده که همراه من به نزد پدرت بروید. ملکه گفت چه میگویی؟ پدرم با فهمیدن ماجرا هر دوی ما را خواهد کشت. جمال و ملکه پیش زرگر رفتند. جمال به زرگر گفت من و همسرم قصد سفر داریم و برای خداحافظی از تو به اینجا آمده ایم. زرگر با دیدن ملکه باز هم شک و تردید بر دلش نشست و برای اطمینان بیشتر خواست به اتاق دختر برود. جمال او را از این کار باز داشت و تمام ماجرا را از اول تا آخر برای او بازگو کرد. زرگر متوجه شد که کار از کار گذشته است و چاره ای ندارد. دعای خیر بدرقه راهشان کرد و جمال و ملکه خاتون به خانه تاجر رسیدند. تاجر با دیدن آنها بسیار خوشحال شد و گفت عالی شد، ملکه خاتون به همسری من در خواهد آمد. جمال که متوجه شد تاجر به زور هم که شده ملکه را از او خواهد گرفت، پاسی از شب گذشته همراه ملکه از خانه تاجر گریخت. صبح روز بعد تاجر به جستجوی آنها رفت. تاجر و جمال و ملکه خاتون هر سه با هم به سرزمین زادگاه جمال رسیدند. تاجر با عجله به نزد پادشاه رفته و گفت جوانی همسر مرا رو بوده و اکنون در این دیار است. به امر پادشاه جمال را دستگیر کردند و کنار چوبه دار بردند تا حلق‌آویز کنند. در همین ضمن جمال شروع به خندیدن کرد. پادشاه پرسید سبب خنده تو آن هم پای چوبه دار چیست؟ جمال گفت شنیده بودم که بعضی از پادشاهان ظالمند، اما به چشم خود ندیده بودم. پادشاه پرسید بی عدالتی مرا در چه میدانی؟ جمال گفت از اینجا که بدون محاکمه من و فقط با ادعای تاجر دستور اعدام مرا صادر کرده ای. پادشاه جویای احوال شد. جمال هم از سیر تا پیاز را برای او تعریف کرد. با شنیدن قضایا پادشاه فهمید جمال فرزند خود اوست. او را در آغوش فشرد و چشم روی او را بوسید و دستور داد که تاجر و همسر پادشاه را گردن بزنند. و هفت شبانه روز جشن و شادی برپا شد و جمال و ملک خاتون عمری را با خوشی گذراندند. امیدوار هستم که شما هم به خواسته های دلتون برسین. دوستان خوبم، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین و اگر از شنیدن داستان لذت بردین اون رو لایک کنین و با کامنت گذاشتن از کانال خودتون حمایت کنین. تا داستانی دیگر، بدرود.